با درود و سلام به همه شما دوستان عزیز، در ویدیوی قبلی که گذاشته بودم و چگونگی دانلود کتاب ها و منابع انگلیسی را بر شما نشان داده بودم، تعداد شما پرسیده بودین که منابع فارسی را از کجا دانلود کنیم. من در این ویدیو میخوام چند سایت خوب و مهم را بر شما معرفی کنیم که بتونین ازش مقالات و کتاب های رایگان را به فارسی دانلود کنین و ازشان استفاده کنین. مسلماً می‌دانیم که کتابخانه‌های آنلاین فارسی نسبت به کتابخانه‌های آنلاین انگلیسی خیلی کم هست، اما به این معنا نیست که اصلاً وجود ندارد. تعداد زیادی از سایت‌های خوب هست که شما می‌تونید از اونها مقالات و وبسایت‌های رایگان را دانلود کنین و ازشان استفاده کنین. من در این ویدیو می‌خوام چند تا از این وبسایت‌ها را به شما معرفی کنم و امیدوار هستم که بتونم مشکلات شما را حل کنم. خب، اولین وبسایت را که میخوایم دوستا بر شما معرفی کنم به خاطر دانلود کتاب سبز هست. در گوگل کتاب سبز بنویسین کتاب سبز .com و دانلود کتاب صوتی با کتاب سبز، روی این کلیک میکنین و میرین به وبسایت کتاب سبز. همطور که میدانین، خب اینجا همطور که میبینین اینا بخش های تبلیغاتش هست و خیلی زیاد مهم نیست. پایین ترا که میاین کتاب های هست که ممکنه به درد شما بخوره، از جمله تازه هایی که در اینجا نشر شده و داغ‌ترین کتاب ها، کتاب های ادبیات، شاهزاده کوچولو، کیمیاگر، نمفم، شب برهنه، اینا کتاب های هست که در بخش ادبیات میتونید شما ازش دانلود کنین. اینجا هم بخش کتاب های صوتی هست، میتونین از این کتاب های صوتی هم دانلود کنین و استفاده کنین، که البته خب خیلی هایشان کتاب های روانشناسی هست و کتاب های انگیزشی، اما بعض کتاب های خوب هم دارم، مثل کتاب بینوایان یا اگر روی مشاهده همه بزنین. اینجا کتاب های صوتی هست که میتونین ازش دانلود کنین، مثلا بینوایان ویکتور هوگو، اینجا یکی از کتاب های خوب هست که میتونین بخونین و دانلود کردن و گوش بدین. و حالا بعض کتاب اینجا بگردین ببینین کتاب هایی که مطابق سلیقه تان هست، مطابق ذوق تان هست، میتونین از اینجا دانلود کنین. خب بریم ببینیم که خب بخش های مختلف داره، کتاب های آموزش زبان داره، کتاب های درباره سلامت و تغذیه داره، کتاب های ورزشی داره، کتاب های کودک و نوجوان دارن. درباره کامپیوتر هست، کتاب های هنری هست، مهندسی، اینا کتاب های زیاد هست که میتونین از اینجا دانلود کنین. در بخش سرچ یا جستجوی کتاب شما میتونین نام کتاب یا نام نویسنده کتاب را ذکر کنین و بعد جستجو کنین. البته از اینجاها هم میتونین در بخش های مربوطه برین و جستجو کنین، مثلا ببینید در بخش ادبیات، بخش زندگی نامه و سفر نامه، مثلا چه کتاب هایی هست که میشه ازش خوشتان میایه. مثلا اینجا زندگی نامه الکس فرگسون هست، از آلبرت اینشتین هست و رسالات سقراطی هست، اینا که میتونین اینا را دانلود کنین. دختری که از زندان داعش گریخت و اینا. مثلا اینا رو میتونین جستجو کنین و دانلود کنین. اینجا مثلا من مینویسم ما
من مثلا می نویسم چخوف مثلا، و اینجا بیاین پایین ببینین مثلا کتاب های چخوف یا کتاب هایی که درباره چخوف هست، اینا مثلا چه کتاب هایی هست که میتونین ازش استفاده کنین و دانلود کنین. مثلا من روی این کتاب مجموعه داستان های چخوف روی اینجا روی دانلود کتاب کلیک میکنم و بیا اینجا پایین، اینجا معلوماتی داده در مورد این کتاب، از چخوف هست، موضوعش کتابی داستانش از 6 صفحه هست، فرمتش پی دی اف و 7463 بازدید است. میایین اینجا پایین روی دانلود رایگان کتاب با فرمت پی دی اف کلیک میکنین و بعد دانلود شروع میشه. اگر اینجا گفته اگر دانلود به صورت خودکار آغاز نشود اینجا کلیک کنید که البته آغاز میشه اکثرا. اینجا کتاب دانلود شد و شما فعلا میتونید ازش استفاده کنید. این اولین وبسایت هست که من در ذهن آمد میتونید شما ازش استفاده کنید، چون دوره دانشجویی اکثرا از اینجا بعض کتاب ها رو دانلود میکردم. اینجا اپلیکیشن هم داره، شما میتونین اپلیکیشن رو روی موبایل یا تبلت خود دانلود کنین و از کتابای از این وبسایت استفاده کنین به صورت رایگان. دومین سایت را که میخوایم بر شما معرفی کنم سایت DL کتاب هست. DL کتاب، همطور که اینجا میبینین DL کتاب، و میتونین روی این لینک کلیک کنین که شما رو ببره به صفحه اول سایت. اینجا میتونین در مورد این وبسایت بیشتر بخونین و تازه ترین هایش اینجا هست، تاریخچه‌اش هم اینجا هست، دسته های کتاب در اینجا هست، از جمله مثلا آثار نویسندگان مختلف در اینجا آورده. شما میتونین روی هر کدوم از اینا کلیک کنین و برین آثارشان را دانلود کنین، مثل آثار کریستوفر فرانک، آثار گابریل گارسیا و تولستوی، مارسل پروست، اینا میتونین از اینجا بعضی کتاب های خوب را دانلود کنین. اگر خواستین نام کتاب را، اگر نام کتاب را بلد بودین و خواستین مستقیم هم کتاب را دانلود کنین، در اینجا بخش جستجوی کتاب سرچ بزنین. مثلا من اینجا می نویسم جلال آل احمد، یکی از نویسندگان خوب ایرانی هست، جلال آل احمد، و اینجا تعداد از کتاب هایش را بر شما آورده که میتونین دانلود کنین، مثل قمارباز از داستایفسکی هست که جلال آل احمد را ترجمه کردن، کتاب غرب زدگیش، کتاب سرگذشت کندوهاش، کتاب از رنجی که میبریم، کتاب مدیر مدرسه، سنگ برگوری و حالا کتاب های مختلفی از نون و القلم، کتاب های مختلف از جلال آل احمد اینجا هست که شما میتونین دانلود کنین. اگر خواستین یکی از کتاب ها رو دانلود کنین روی این ادامه مطلب کلیک کنین. مثلا من میخوام کتاب مدیر مدرسه جلال آل احمد را دانلود کنم و بخوانم، روی ادامه مطلب کلیک میکنین که میبره شما را به صفحه ای که در اونجا درباره کتاب مدیر مدرسه مثلا توضیحات داده در مورد خود نویسنده مدیر مدرسه که جلال آل احمد باشه، زندگی نامه اش را مختصر ذکر کرده، خلاصه کتاب را هم اینجا ذکر کرده و در موردش نوشته. میایین پایین آخری در بخش دانلود، روی دانلود با لینک مستقیم
کلیک میکنین تا ای که شما را ببره به صفحه دانلود کتاب. اینجا وقتی که صفحه کامل شد میتونین از این قسمت کتاب را دانلود کنین. میتونین نام کتاب را اینجا عوض کنین یا همی مدیر مدرسه که خودی به انگلیسی نوشته است میتونین به همی شکل و به همی نام اینجا دانلود کنین. سیف میزنین کتاب دانلود میشه. این کتاب مدیر مدرسه هست که حالا شما میتونین به صورت رایگان این را بخونین و کتاب مدیر مدرسه یک از کتاب های خیلی خوبی جلال آل احمد هست و توصیه میکنم حتما این کتاب را بخونین. پس سومین سایت هم که میتونین ازش به صورت رایگان کتاب دانلود کنین و استفاده کنین کتابخانه تاریخ ما هست که میتونین کتاب های زیادی را از اینجا دانلود کنین. اینجا صفحه اول کتاب هست، شما میتونین در این وبسایت هم دنبال کتاب های خوبی بگردین و ازشان استفاده کنین. اینجا بخش کتاب های صوتیش هست که میتونین کتاب های صوتی دانلود کنین. اینجا بخش تاریخ ایران هست که از تاریخ ما تا اعلامی تا هخامنشیان شروع تا دوره قاجار و کتاب های مرجع در بخش ادیان و مذاهب هم کتاب هایی هست که میتونید شما ازش استفاده کنین. در بخش تاریخ جهان چون بخش رمان و فلسفه و سایر کتاب هایی که مربوط میشه به عرفان و تصوف، رسوب و آداب ملل، کتاب های سیاسی، کتاب های شعر، کتاب های پژوهشی و زندگی نامه، سفر نامه، هنر موسیقی و اینا شما میتونید از اینجا کتاب دانلود کنید. ببینیم مثلا در بخش فلسفه میتونیم ازش کتابی دانلود کنیم یا نه. مثلا من میخوام که کتاب داستان فلسفه را اگر اجازه دانلود داد از اینجا دانلود کنم. داستان فلسفه از برایان مگی هست و جای رمزی پاسورد هم ذکر کرده که ببینیم چرا خم بشه اینجا دانلود کرد. خب این کتاب به درخواست، لینک کتاب به درخواست ناشر حذف شده و ما نمیتونیم اینجا دانلود کنیم. اینی که امکان دانلود از این نیست. خب این مشکلات را داره گاهی این کتاب ها و این هم کتاب تاریخ فلسفه نو جلد است، تاریخ فلسفه کاپلستون. مثلا میبینیم جلد اولش رو میتونیم دانلود کنیم یا نه. بله جلد اولش رو میتونیم اینجا دانلود کنیم و همچنین بخش های دیگه ای کتاب رو. و سایت دیگه ای که میخواهم برای شما معرفی کنم برای خاطر کتاب تک بوک هست. در گوگل تک بوک می نویسین و روی این بخش تک بوک www.takbook.com اینجا کلیک میکنین و میرین صفحه اولی وبسایت. همونطور که اینجا نوشتن که این سایت تابع قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، یعنی که دیگه تابع قوانین ایران است. اکثر محدودیت های داره، اکثر گپ و گفت های داره، اما به هر حال شما میتونین کتاب های را از اینجا دانلود کنین و ازشان استفاده کنین.
اندیشه امنیتی امیر کبیر مثلا و کتابا را میتونین دانلود کنین، یا از این بخشی که در قسمت موضوعات کتاب تکبوک آمده اینجا میتونین از اینجا کتاب را دانلود کنین، یا هم از این قسمتی که سرچ هست میتونین این کتاب را، نام کتاب یا نویسنده کتاب را جستجو کنین و کتاب را دریافت کنین. مثلا من میخوام از اینجا از بخش کتابای اجتماعی و سیاسی یک کتاب را دانلود کنم، ببینم چه کتابای هست در این بخش اجتماعی و سیاسی. خب تبلیغاتش هم قسمی که میبینین خیلی زیاده، در حدی که دیگه بخی مزاحمت میکنه. این قسمت های بالاش همش تبلیغات ها، اینجا همش تبلیغات ها. خیلی یک سایتی گیج کننده و تبلیغات هایش خیلی مزاحم است. اما به هر حال شما میتونین که کتاب های را از اینجا دانلود کنین. کتاب ما و غرب و چند موضوع دیگه هست که بخش سیاسی سقوط دیکتاتور عراق هست، ارتباط مؤثر در فضای مجازی، کابوس آدم برفی ها و اینا، فرهنگ های غلط یا غلط های فرهنگی، نقد نامه علوم اجتماعی. من مثلا میخوام این کتاب نقد نامه علوم اجتماعی را دانلود کنم. از این قسمت که تیک زده ادامه مطلب پلاس دانلود، از اینجا شما میتونین اینجا کلیک کنین و برین که این کتاب را دانلود کنین. اینجا بخش های تبلیغات هست، میایین پایین. این کتاب را اندک توضیح داده در موردش و اینجا این رمز کتاب هست، جاهایی شاید لازم شود که به خاطر باز کردن کتاب از رمز استفاده کنین، میتونین این رمز را کپی کنین و جایی که لازم هست ازش استفاده کنین. میایین روی دانلود کتاب با لینک مستقیم. این کتاب که دانلود شد 260 صفحه هست و هم قسمی که میبینین اینجا میتونین پریویو کنین کتاب را، اگر خوشتان آمد دانلود کنین، اگر نیامد نه. آثار حوزه های مختلف اجتماعی، مبانی جامعه شناسی در حوزه روش شناسی اینا، میتونین این کتاب را به هر حال پریویو کنین، فهرست مطالبش را نگاه کنین و اینا، و بعد اگر دلتان شد میتونین از این قسمت کتاب را دانلود کنین. چون اینجا نام کتاب مشخص نیست، من مثلا می نویسم نقد نامه علوم اجتماعی و در دسکتاپ این کتاب را ذخیره میکنم. اینجا کتاب مورد نظر ما دانلود شده و شما میتونین با وقت دانلود شد شما میتونین ازش استفاده کنین و کتاب را بخونین. خب در افغانستان ما سایت دانلود رایگان کتاب نداریم ظاهرا، یا لااقل من خبر ندارم، اما تا جایی که میدانم برای در بخش کودکان و نوجوانان بعضی وبسایت ها هست که میتونین از اونها کتاب ها رو به صورت رایگان دانلود کنین. از جمله مثلا شما میتونین کتاب گهواره را، مثلا سایت گهواره را جستجو کنین و gahwara.com، و شما میتونین در وبسایت گهواره برین و به خاطر کتاب های کودک را میتونین از اینجا شما دانلود کنین. سایت گهواره یکی از سایت های خیلی خوبی هست که کتاب های زیادی را به خاطر اطفال و نوجوانان به سه زبانی پشتو، دری و ازبکی نشر کرده، نسخه های چاپیش هم موجود هست، ولی شما میتونید از سایت گهواره کتاب های همو کتاب ها را به
به شکل PDF و نسخه دیجیتالش را هم دانلود کنین و برای اطفالتان بخونین. من مثلا روی این گنجشکک طلایی دانلود کلیک میکنم که ببینم این کتاب را میشه دانلود کرد یا نه. قبل از اینکه این کتاب رو بخوایم دانلود کنیم، اینجا بخشهایی هست، بخشهای مختلف سایت گهواره هست، بخش داستان فارسی، ترجمه داستان، بخش شعر که هم شعر فارسی هست هم ترجمه اشعار از سایر زبان ها هست. اینا ای کتابخانه سایت گهواره هست، میتونین هم به صورت PDF ازش کتاب دانلود کنین و هم کتاب صوتی. چند رسانه‌ای مکتب آنلاین گهواره هست که شما میتونین اینجا ثبت نام کنین اطفالتان را که از مکتب آنلاین گهواره استفاده کنن. بعد در مورد خود گهواره، کارگزارای گهواره، فعالیت‌های گهواره و گهواره در گزارش دیگرا میتونین تماس و بخش زبان. خب من میخوام این گنجشکک طلایی را که خانم متوای کبیر نوشته مثلا بر شما برای خود ما دانلود کنیم. میتونین کتاب را شما از طریق فیسبوک و توییتر و واتساپ، تلگرام و شبکه های اجتماعی دیگه شریک بسازین. میتونین اینجا بخش دانلود 289 بار این کتاب دانلود شده و شما میتونین 290 نفر باشین. مثلا من 290 نفر هستم که این کتاب را دانلود میکنم. اینجا بخش نشان میده کتاب در حال دانلوده و وقتی این چیز تکمیل شد شما میتونین کتاب را باز کنین و بخونین. حالا کتاب دانلود شده و این کاور کتاب هست، صفحه پشت جلدش و بعد اینجا مشخصات کتاب هست، سخنی با بزرگ سالان که از طرف خود گهواره نوشته شده و اینجا هم شروع کتاب هست. دوباره صبح شد، آفتاب همچون قاب طلایی سرش را از پشت کوههای لاجوردی بلند کرد و طبیعت را روشنایی بخشید. تا آخر میتونین کتاب را، بخش تصویر هم داره، تصویرش هم میتونین برای اطفالتان نشان بدین که به فهم خوبتر کتاب اونا را کمک کن. خب دوستا، این بود 4-5 تا سایتی که میتونین ازشان کتاب فارسی دانلود کنین و استفاده کنین. اما پیشنهاد من این هست که اگر توان مالی دارین و وضعیت اقتصادی تان خوب است، تلاش کنین کتاب ها را به صورت چاپ شده ایشان از کتاب فروشه ها خریداری کنین که کمک کرده باشین به ناشرا و نویسندگان کتاب. ولی اگر وضعیت تان خراب هست و نمیتونین حتی یک کتاب را 200-300 افغانی خریداری کنین، برای اینکه از پروسه مطالعه تان و پروسه آگاهی تان به تعویق نیفته، میتونین تا زمانی که وضع مالیتان خوب میشه از این کتاب های رایگان هم که با مدد اینترنت فراهم شده میتونین از اینا، این کتاب ها را از این سایت هایی که گفتم و شاید سایت های دیگری هم موجود باشن، میتونین از اونا دانلود کنین و استفاده کنین.